بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگردان عزیز. استاد غلام عباس رضایی هستم و ادامه درس مضمون بیولوژی صنف دهم خوش آمدید و توقع دارم که تا آخر جلسه ما را همراهی بکنین تا اینکه طور که شما در جریان هستین عناوینی را که در این هفته ها و در این روزها ما شما رویش بحث داریم فوق العاده مهم است و در زندگی روزمره ما شما بسیار ارتباط مستقیم داره. پس خوب است که ما با این درس ها آشنایی پیدا کنیم، با این موجوداتی که تدریس میشه آشنا شویم. صحیح شد؟ خب شاگردای عزیز، ببینید عنوان امروز ما شما در رابطه با چی هست؟ در رابطه با ویروس ها میباشه. شما در کتاب متوجه باشین، ببینید ویروس ها درس امروز است، صفحه 36 کتاب. شما صفحه 36 کتابتون رو باز بکنین، ببینید باز شده. بسیار خوب. خب ببینید شاگردای عزیز، یک بار دیگه درس روز گذشته را من برای شما به صورت بسیار خلاصه توضیح میتم و کسانی که کار خانگی خود حل کردن آفرینشان، اما کسایی که یگان سوالشان از پیششان مانده یا نتونستن به هر نحوی و هر دلیل ویدیو را ببینن، شما کارخانگیتان را تکمیل بکنید. صحیح شد؟ درس روز گذشته ما شما در رابطه به چی بود؟ در رابطه به باکتریا بود. آفرین. ما گفتیم که باکتریا از جمله چه کدام موجودات بود؟ میکرو ارگانیسم ها بود دیگه، نه میکرو ارگانیسم ها یا میکروب ها بود، یا چی؟ یا میکروب ها بود. درست است؟ ما گفتیم که میکروب ها چه رقم تکثر میکنه، کارخانگی هم برتان داده بودم. میکروب ها توسط تقسیم چی؟ تکثرشان توسط تقسیم شدن عملی چی؟ عملی میتوز. طور گفتیم یک دانه زی دو تا میشه، باز دو دانه زی به این ترتیب چهار تا میشه. صحیح شد؟ فورا حجره از وسط دو تا میشه، باز و دو دسته دیگه تقسیم میشه، هستهشان هم دو تا میشه، به میر ترتیب اینا تکثر میکنن. دیگه کارخانگی در رابطه به چی بود؟ کارخانگی در رابطه به فواید و اضرار باکتری ها بود. ما گفتیم که اینا هم فایده دارن و هم برای ما شما چی از ضرر دارن. فایدهش چی بود؟ گفته بودم براتون که مثال هم بیارین. مثلا ما براتون گفته بودیم که تبدیل شیر به چی؟ به ماست. ما گفتم که یک قاشق ماست وقتی که در داخل یک سطل کوچیک شیر ما شما میندازیم، ایرا شور میتیم، بعد از چند ساعت میبینیم که کل شیر تبدیل به چی شده؟ تبدیل به ماست شده. بسیار عالی. پس خودش چی است؟ برای ما شما مفید است. و همچنان ما شما گفتیم که اینا میتونن که در داخل سیستم هاضمی ما شما سلولوز یا سبزیجات ما شما استفاده میکنیم هضم بکنن. درست است؟ بسیار خوب. اضرارش رو گفته بودم. اضرارش چی بود؟ باعث امراض میشد. باعث امراض میشد. کدام امراض؟ مثلا سیل گفته بودیم. درست است؟ اینا از جمله ضررهایشان هستن. اینا میتونن در گفتیم که در کل جاها زندگی بکنن. ارک باکتری از جمله باکتری هایی بودن که فوق العاده مقاوم بودن. در هر نوع شرایط اینا میتونن که خود چیکار بکنن؟ توافق بتن. صحیح شد؟ بسیار خوب. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما شما در رابطه با چی است؟ در رابطه با ویروس است. خب ببینید شما به اینی صفحه خوب صحیح متوجه شوین. اینی شکل چی میباشه؟ شکل ویروس چی؟ ویروس آنفلانزا. ویروس آنفلانزا میباشه. ببینید یک شکل داره. قسمی که شما در جریان هستین در این روزهای کرونایی حتما در تلویزیون ها تبلیغات میبینین دیگه، نه؟ اما شکل ویروس نشان میده. ببینید در اینجا هم ویروس بسیار به صورت واضح و شفاف برای شما چیکار کرده؟ آورده در کتاب به عنوان مثال. این ویروس چی است؟ ویروسی آنفلانزا هست. این در رابطه با شکل ویروس. ببینید شاگردای عزیز، ویروس چگونه یک موجودات زنده هست؟ یا زنده هست یا نه هست؟ ما میگیم که بعضی از دانشمندان در زنده بودن ویروس شک دارن. ویروس شک دارن. چرا؟ ببینید چرا شک دارن. من بهتون میگم ویروس از جمله او یک موجودات زنده هست که فقط در داخل اونمو در داخل حجره خود چی داره؟ دی ان ای داره. صحیح شد؟ شما متوجه باشین ویروس نمیتونه حرکت بکنه. حرکت نمیتونه.
ویروس نمیتونه تغذیه بکنه. صحیح شد؟ ویروس نمیتونه نمو بکنه. ویروس نمیتونه به خودی خود تکثر بکنه. ببین اینی فعالیت ها را ویروس انجام داده نمیتونه. از این خاطر است که این برش دانشمندان موجود زنده نمیگه، یعنی شک دارن در زنده بودنشان. اما یک خاصیت داره که اینمی خاصیت از این دانشمندان را به شک انداخته. خاصیت از این چی هست؟ ببینید یک خاصیت بسیار بد داره. اینا تکثر میکنن، تکثر میکنن در صورت چی؟ در صورتی که با یک حجره موجودات زنده چیکار شود؟ با یک حجره زنده روبرو شود یا سردوچار شود. ببینید به این شکل ما براتون بسیار واضح میگم. ببین اگر اینی یک ویروس باشه اما اینی باکتریا باشه، فرض مثال، در حالی که ویروس از لحاظ جسامت، از لحاظ جسامت 10,000 مرتبه نسبت به باکتریا چی است؟ کوچکتر است. نسبت به چی؟ نسبت به باکتریا 10,000 مرتبه کوچکتر است. پس فوق العاده اینا ریز هستند. ببینید اگر این ویروس باشه و این یک باکتریا باشه، ببین مشاهده بکنید، یا یک حجره موجود زنده دیگه باشه، کجوری فکر کنید حجره انسان های حیوانات اگر باشه چه خاصیت داره؟ اینمی مادهای ارثی خود تبادله میکنه. صحیح شد؟ وقتی آمد به این ارتباط قائم کرد، دینه خود میره میتیره. صحیح شد؟ از خود داد ایره و از ایره برعکس میگره، از ایره میگره. درست شد؟ از این خاطر به این اساس بیبی وقتی دینه خود داد باکتری ها را، باکتری ها یا موجود زنده است یا نیست؟ موجود زنده است. آفرین. وقتی که موجود زنده است آیا این تکثر میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. از کدام طریق؟ ما شما گفته بودیم از طریق تقسیم میتوزی تکثر میکنه، یعنی از وسط دو تا میشه یک تاش، دو تا، دو تاش چهار تا، 8 تا، 16، 32، 64 و می ترتیب اینا چیکار میشه؟ زیاد میشه. پس ببین وقتی که ای دی ان ای از خود داد باکتریا را، در حقیقت باکتریا دارای کدام دی ان ای میباشه؟ دارای دی ان ای ویروس میباشه. وقتی تقسیم میشه صفات چرا زیاد میسازه؟ صفات ویروس زیاد میسازه. حالا فهمیده شد؟ در بعضی از منابع شاید شما خوانده باشین، در بعضی کتاب ها میگه که سیل هم عاملش ویروس است هم باکتریا. دلیلش هست به خاطر که اگر باکتریا هم باشه دی ان ای ویروس چیکار کرده؟ انتشار داده، تکثر داده، زیاد کرده. صحیح شد؟ پس اینی یک خاصیت یزی باعث شده که دانشمندان میگه که یا زنده است یا شاید هم زنده نیستن، که اختلاف دارن. درست شد؟ پس این در رابطه با ویروس میباشه. خب اینا رو ببین. اما در این رابطه یک معلومات دیگه هم برای شما میتونم، شما خوب گوش بکنید. این خاصیت ویروس کم و بیش فایده هم داره که پیش از اینکه ما در ژنتیک بخونیم بسیار به صورت خلاصه براتون میگم فایدهش چی است. فایدهش است ما گفتیم که این خاصیت چی رو داره؟ خاصیتی از این رو داره که موادهای خود رو چیکار بکنه؟ تبادله بکنه. پس دانشمندان اونمو دینی از این رو میگیره، دینیش میگیره، جین یک انسان سالم را میگیره در داخل از این تزریق میکنه و ایره چکار میکنه؟ ایره در داخل بدن انسان ها میکنه و با اسمشه انسان هایی که جین های معیوب یا جین هایی که مرض ایجاد میکنه وقت او جین ها رو داشته باشه و دین ایره وارد کرد، باز چکار میکنه؟ ویروس مواد خود تبدیل میکنه. در دین ای ویروس کدام جین؟ جین سالم جاسازی کرده بود دیگه، نه؟ بله. پس ای از او از او رو میگیره، از خود میده. پس این بعضی فایده ها هم داره. اما به صورت عموم اینا فوق العاده مضر هستند. از جمله ببینید کدام امراض میتونه اینا به وجود بیاره. مثلا آنفلانزا هست. آنفلانزا دیگه چی؟ سرماخوردگی دیگه چی؟ مرضی مثلا چیچک یا سرخکان. اینا کلش عوامل از اینا چی میباشه؟ عوامل از اینا ویروس می باشه. صحیح شد؟ اینا رو ببین مثلا عامل مرض سرماخوردگی تقریبا در حدود 200 الی 300 نوع ویروس است. 200 الی 300 نوع ویروس. از این خاطر است که
برای ازی دانشمندان تالی نتانستن که واکسین جور بکنن. به خاطر چی؟ واکسین در مقابل از یک دانه جور کنه، دو دانه، سه دانه، اما در مقابل 200 الی 300 نوع ویروس واکسین ساختنش واقعا مشکل است. صحیح شد. این در رابطه با ویروس بود، اما چیچک که عامل از این مثلا یک نوع نهایت دو تا دو نوع ویروس باشه در مقابل از اینا چی شده؟ فعلا واکسین جور شده، یا در مقابل آنفولانزا واکسین جور شده، به خاطر که یک نوع یا دو نوع ویروس عامل از اینا هستن. خب شاگرد عزیز، ببینید به صورت عموم یک بار دیگه من ویروس هم به صورت بسیار خلاصه براتون تشریح میکنم. ما گفتم ویروس از جمله موجودات هستند که دانشمندان بعضشان در زنده بودن اینا شک دارن. از لحاظ جسامت ویروس ها فوق العاده چی می باشه؟ فوق العاده کوچک می باشه، حتی چند هزار مرتبه، 10,000 مرتبه نسبت به باکتری ها چی می باشه؟ کوچکتر هستند. نسبت به باکتری ها کوچکتر هستند. انواع و اقسام ویروس وجود داره، هزاران نوع ویروس در روی کره زمین وجود داره و این ویروس ها به خاطر چی دانشمندان در زنده بودن نشک گیرن؟ به خاطر اینکه تنها اگر تنهای خودش باشه تکثر نمیتونن، تغذیه نمیتونن، نمو نمیتونن، حرکت نمیتونن، اما در یک صورت تکثر میتونن که موجودی زنده دیگه در گیرش بیا یا خود به حجره موجودی زنده چیکار بکنه؟ برسونه. در این صورت اینا میتونه تکثر بکنه. از این خاطر چون بعضی فعالیت ها اکثریت فعالیت ها نداره، فقط تکثر میتونه اون در چی حالت؟ در حالت که حجره زنده دیگه در روبرویی در مقابل زی قرار بگیره یا در گیرش بیا. درست است؟ بسیار عالی. خب در رابطه با اهمیت و مضرات ویروس ها ما هم گپ زدیم. به صورت عموم ویروس ها مضر هستند، هزاران نوع ویروس وجود داره. مثلا ویروس و اینا بیشتر باعث چی میشه؟ باعث به وجود آمدن امراض میشه. باعث به وجود آمدن امراض، مثالش سرماخوردگی گفتیم که 200 الی 300 نوع ویروس در وجود آوردن سرماخوردگی دخیل میباشن. به می اساس اینمی علائم سرماخوردگی هم ببینید، سردرد میکنه، از بینی ریزش میکنیم ما و شما، از چشم آب میه، سرفه میکنیم، گلون ما درد میکنه، عطسه میزنیم، تو میگیره، اینا کلش علائم های سرماخوردگی هستن که عوامل از اینا چی میباشه؟ ویروس میباشه. درست شد؟ خب شاگردای عزیز، درس امروز به اینجا به پایان میرسه. من برای شما کارخانگی میتونم، شما کارخانگی رو در خانه حل میکنید. ببینید کار خانگیتان برای زاینده چی است؟ سوال اول، چرا یک عده دانشمندان در زنده بودن ویروس ها شک دارند؟ سوال دوم، امراضی که عامل آنها ویروس ها می باشند کدام ها اند؟ برای سه مرض مثال بیاورید. سوال سوم، جسامت ویروس ها را نسبت به باکتری ها مقایسه کنید. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان هست. باز هم میگم قبل از اینکه کارخانگی را شما حل بکنین، یک بار دو بار درس ویروس شما پیش روی خود مرور بکنین. صحیح شد؟ و کوشش بکنین در کار خانه با فامیلتان کمک کنین و در کار خانگی با بیادرها و خواهرای خوردتان کمک بکنین. شما را تا دیدار بعدی و جلسه بعدی به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگهدارتان.